تمام تخلفاتی که چه در جاده ها چه در شهرها اتفاق میفته پیامک دو مرحله ای داره. مرحله اول این هستش که به راننده، مثلا شما سرعت غیر مجاز داشتید که نسبت به کاهش سرعتش اقدام بکنه، یا اینکه شما تردد غیر مجاز داشتید، اون نه در واقع شناسه پرداخت داره نه میزان مبلغ پرداخت داره، اون یه تذکر اولی است. جرائم وقتی میاد رو سیستم ما، میادش در سیستم چک اپراتوری ما، هم نرم افزاری است که دیتکشن انجام میده، او بحث کنترل ها رو انجام میده، بعد افسرهای ما تطبیق میدن ارکان وسیله رو، رنگ وسیله رو، پلاک رو تطبیق میدن. اگر تطبیق باشد که تایید میکنن، تایید میشه پیامک دوم. تو پیامک دوم هم مبلغ جریمه وجود داره، هم شماره شناسه قبض و پرداخت وجود داره، این قابل پرداخت هستش و اینها، یعنی کنترل شده و یقین هست که این تخلف صورت گرفت. هموطنان نسبت به پیامک اول هیچ نگران نشد، چون غالب اینها بعد در کنترل حذف میشه، چون خطای دوربین هست، تاری هوا، شب و روز، اینا تاثیرگذار هست. این وضعیت نوروز رو ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین میکنه که هنوز تصمیم نهایی براش گرفته نشد. تورهای مسافرتی دارن جذب مسافر میکنن. ما توصیه‌مون اینه که مردم صبور باشن، فعلا جایی ثبت نام نکنن، خیلی دنبال رزرو بلیط نباشن. انشالله که روند کاهشی باشه، خب شرایط عادی خواهد شد و میتونن در واقع تو شهرهایی که ابلاغ میشه در صورت محدودیت اعمال نمیشه سفر بکنن. خوابه مسببات ستاد ملی مقابله با کرونا و قرارگاه مقابله با کرونا هستیم. ما در صورت بیش از 35% از توان پلیس راهور با توجه به این ترافیک و تصیب در ترددها و تصادفات معطوف شده به بحث کرونا و اعمال محدودیت هایی که در کرونا داره اتفاق میفته. مردم رعایت بکنن، به خصوص در سفرهای بین شهری و استانهایی که دارای وضعیت قرمز و نارنجی هستن. خواهشمون این است که مردم نهایت همکاری رو با پلیس داشته باشن.